سلام به روی ماهتون، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. بچه‌ها تو این ویدیو میخوام راجع به مصرف میوه و سبزیجات و اینکه آیا واقعا برای سلامتی مهم هستش یا نه باهاتون صحبت کنم. مثل همیشه اگر به موضوعات پوست و سلامت زیبایی علاقه‌مندین، چنل یوتیوبم رو سابسکرایب کنید، ویدیو لایک کنید و هر سوالی داشتین تو قسمت کامنت ها برای من بنویسید. خب برای داشتن یک زندگی سالم شما نیاز به یک رژیم غذایی سالم، ورزش و خواب کافی دارید. تغذیه خوب، خب همونطور که میدونید، میتونه انرژی لازم رو برای روزمرتون و برای کارهای دیگه مثل ورزش کردن براتون فراهم کنه و اگر در کنار ورزش کردن شما به اندازه کافی بخوابید، میتونید هم اون انرژی رو سیف کنید، همین که از اون انرژی به بهترین حالت ممکن ازش استفاده کنید. خیلی وقتا سوال ازم میپرسید که خب آیا خوردن میوه یا مثلا مصرف سبزیجات میتونه به بدن کمک کنه؟ بچه، خوردن میوه میتونه باعث بشه که کلا گرفتگی عضلات بدنتون کاملا باز بشه، گرفتگی قلب و عروقتون کاملا باز بشه، جلوگیری میکنه از ایجاد سرطان خون، سرطان رحم، سرطان معده و روده، باعث میشه که ماهیچه هاتون کاملا قوی بشه، سیستم ایمنی بدنتون رو بالا میبره و از ورود حالا هر گونه میکروب و باکتری ها جلوگیری میکنه و اگر هم وارد بشه قطعا تو سریعترین زمان ممکن درمان میشه. باعث میشه که شما توانایی حافظتون بالاتر بره، عملکردتون خیلی مطلوب تر میشه، خوابتون خیلی منظم تر میشه و مخصوصا برای کسایی که حالا کم خواب هستن و در سن خیلی بالا مخصوصا بزرگسال هستش، باعث میشه که مثلا از استرس دور بشن، مشکلات مثل آلزایمر براشون به وجود نیاد، پوکی استخوان به وجود نیاد و از این دست قبیل. سازمان بهداشت جهانی توصیه میکنه که مردم روزانه حداقل 400 گرم میوه و سبزیجات باید مصرف کنن. خب پژوهش‌ها نشون میده بزرگسالان تو خیلی از کشورها حداقل میزان مصرف رو هم رعایت نمی‌کنن و همین قضیه باعث ایجاد سکته، بیماری‌های قلبی و عروقی میشه و بر اساس پژوهش‌های جدید فقط 14% از مردان و 22% از زنان فنلاندی کمترین میزان توصیه شده روزانه و من مثل توت و میوه و سبزیجات رو کلا مصرف میکنن. مشکلی که این وسط پیش میاد زمانی اتفاق میفته که شما بخواین مصرف میوه و سبزیجاتون رو کم کنید و یا بدنتون دچار کمبود مصرف میوه و سبزیجات بشه. مشکلاتی که ممکنه براتون به وجود بیاد، اولش امکان افزایش فشار خون هست، یعنی شما میزان سدیمتون تو اکثر میوه ها چون پایینه، در عوض مواد معدنی مثل پتاسیم، کلسیم، منیزیم تو خیلی از میوه ها زیاد هستش، حس کردن میوه یا کاهش مصرفش باعث میشه که باعث بالا رفتن فشار خون بشه و مشکلات جذب ممکنه براتون پیش بیاد. بعدی احتمال افسردگی. کسایی که معمولا میوه و سبزیجات زیاد مصرف نمی کنن، میزان افسردگیشون از آدم های عادی خیلی بیشتره. شاید باورتون نشه ولی افزایش وزن هم بچه ها خیلی تاثیر میذاره و کسایی که کلن زیاد میوه سبزیجات نمیخوان مبتلا به افزایش وزن خیلی شدیدی میشن. مشکلات گوارشی ممکنه براتون پیش بیاد، مشکل هضم، مشکل تو قسمت جذب روده و معده ممکنه براتون پیش بیاد و حجم مدفوعتون هم ممکنه که افزایش پیدا کنه و آب زیادی رو تو بدنتون بهتون بخواین از دست بدین. افزایش خطر به ابتلا به سرطان و دیابتتون خیلی زیاد میشه و احتمال ابتلا به بیماری های قلبی هم توتون زیاد میشه. پس خواهشی که دارم حتما مصرف میوه سبزیجاتتون رو زیاد کنید تو برنامه غذاییتون و سعی کنید که همیشه مراقب بدنتون باشید. ممنون از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید. اگر خوشتون اومد لایک، کامنت، سابسکرایب برای سال ویدیو برای عزیزانتون فراموش نشه.